خبرگزاری میزان مربوط به قضایی جلادان اعلام کرد که دهمین ده جلسه دادگاه نمایشیشون که به قول خودش به اتهامات اعضای کادر رهبری و تعدادی از مجاهدین رسیدگی میکنه آخرین جلسه سال جاری هست همزمان با برگزاری این نمایش مستحق که از 21 آذر شروع شده رژیم دست به انبوی تبلیغات در رسانه ها و در واقع تریبون های مختلف ایستده و حتی با نصب بنر در خیابان ها برای این موضوع تبلیغ کرده داستان چیه و رژیم چه هدفی رو دنبال میکنه و چرا به صورت هیستریک حول اون تبلیغات میکنه این موضوع رو در گفتگو با آقای فریدون سلیمی به بحث و بررسی میگذاریم سلام عرض کنم خدمت شما آقای سلیمی و متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتی منم سلام میکنم هم خدمت شما و هم بینندگان عزیزتون و در خدمت مثلا بله بفرم آقای سلیمی در نمایش این هفته دادگاه نمایشی رژیم چه خبر بود و رژیم چه چیز رو دنبال میکنه؟ خب میدونید که رژیم الان اعلام کرد دهمین ده جلسه این دادگاه رو که در واقع در پایان امسال داره برگزار میکنه و بقیهش رو میخواد در سال آینده ادامه بده رو اعلام کرد همین خبرگزاری میزان مربوط به قضای جلادان ولی این نکته ای که شما گفتین خب این نمایش مزهک رژیم که واقعا مسخره است که بیشتر توضیح هم داد ولی اون که درش گذشت امروز بیشتر سوز و گداز رژیم از این بود که مجاهدین چطور علا رقم این که توسط دولت آمریکا و سایر دولت ها به دلیل جست حسینیت در اون دوران در ارتباط با سیاست مماشاد و خاتمی داشتند مجاهدین رو در لیست گذاشتند چطور از لیست خارج شدند و حول این سود در این دادگان میکرد و همچنین یا اشاره داشتند به اینکه چطور مرام و رسم مجاهدین استراتژی مجاهدین در توی خیابون ها هر روز ترویج و گسترش پیدا میکنه و نسبت به اون واقعا آهناله میکرد که چطور مورد استقبال جوانان شورشگر قرار گرفته و کانونهای شورشی کم که در دادگاه قبلی هم از عملیات های ارتش آزادی بخش این سوز و از جانب داستان رژیم و معموران رژیم در این دادگاه بلند بود که چطور مثلا عملیات چلچراغ و علی رژیم انجام دادن برای سرنگونی این رژیم که خب البته نه بلکه اینها جرم مجاهدی نیست بلکه جزوه افتخارات مجاهدین هستش که در طی این چند دهه گذشته در مساف با رژیم برای سرنگونیش به وظیفهشون عمل کردن در خدمت مردمشون اما واقعیت اینه که رژیم که از سال 59 در واقع احکام اعدام و قتل عام مجاهدین رو صادر کردن و اصلا از قاضی القضات رژیم موقع موسوی بود گفته بودش که اصلا اینها نیازی به حکم و دادگاه ندارند و بدون اون بعد محاکمه بشند و نقل قول های زیادی از حاکمان شهر اون موقع هستش از داستان اون موقع هستش از خود لاجوردی هستش که گفته بود دو ساعت بعد اینها رو محاکمه کرد و اعدام کرد تا خود خمینی که حکم قتل عام مجاهدین رو صادر کرد در سال 60 و بیش از سی هزار نفر از مجاهدین رو به چوبه دار سپرد خب این رژیم چطور شده بعد از 35 سال 40 سال حالا به فکر این افتاده که دادگاه علنی تشکیل بده و برخلاف همه احکامی که قبلا توسط حاکمان شهر اون موقع صادر شده بود حالا به فکر یک دادگاه علنی هست و اینطور هم حلش تبلیغ میکنه مجاهدینی که در هیچ کدوم از اون سالها نه وکیلی داشتن و نه دادگاه علنی داشتن و نه محاکمه عادلانه ای کما اینکه میدون در سال 67 با دو دقیقه فقط به اصطلاح یک زندانی رو تعیین تکلیف به حال این وضعیت بوده اما واقعیت چیه واقعیت این هستش که این رژیمی که با همه سرکوب و جنایت‌هاش در تمام این چند دهه گذشته نتونسته مجاهدین رو و راه دست اونها رو مهار بکنه علی این اینکه اونها رو مورد بایکوت خبری و رسانه‌ای مطلق قرار داده بودند که هیچ رسانه راجب اونها خبری درج نکنه و اون رو کاملا سانسور بکنن تا افکار و عقاید اونها ترویج نشه در داخل جامعه و به نرست های بعدی منتقل نشه و واقعا به فراموشی سپرده بشن اما بعدا خودشون مجبور شدن در قبال اون اقبال اجتماعی که به دلیل ایدولوژی نافذ مجاهدین استراتژی نافذ مجاهدین فداکاری های مجاهدین در بین نسل ها داره گسترش پیدا میکنه دست به فیلم سازی مستند سازی کتاب نوشتن نمایشگاهی های متعدد در شهرهای مختلف واقعا هزاران نمایشگاه برای شیطانسازی و بی اعتبار کردن مجاهدین ساختند نوشتند و برپا کردند اما ظاهرا نه اون سانسورها و نه این اقداماتی شده مؤثر واقع نشده و همین وضعیتی است که امروز شاید داشتیم همین سوالی است که میکنه که همه این تمریناتی که رژیم علی ما انجام داده علی مجدی انجام داده موثر واقع نشده به همین خاطرم هم از غریب آبادی در اواخر 1400 بود گفتش که تمام اون سیاستی که برای سانسور اینها بود داشتیم حرفی نزنیم تا ترویج نشن اما الان باید رو در رو و علنی با اونها به مساف بریم تا بتونیم جلوی اونها رو بگیریم این اون وضعیتی است که برای رژیم یک شکست محسوب میشه علاقم علاقم همه سرمایه‌گذاری کرده بودن بله آقای سلیمی سوال این هست که چه ضرورت و نیازی رژیم آخوندی رو وادار کرده که دست به این نمایش مزهک بزنه اون هم بعد از این همه سال خوب میدونید باید اینجوری اشاره کنیم که رژیم واقعا با یک بحران به جد سرنگونی مواجه هستش واقعا خامنی قریب بودن خطر سرنگونی رو بسیار بسیار نزدیک میبینه برای خودش قیام های متعددی که در سالیان گذشته پشت هم بوده تا قیام 401 به طور واقعی این رژیم رو و وضعیتش رو در معرض خطر سرنگونی قرار داده و اون واقعیتی است که بیش از همه خود رژیم و شخص خامنه‌ای ولی فقیه رژیم می‌بینه به همین خاطر دست به بستن همه شکافهاش کرده تا بتونه در مقابل این قیام ها سد بکنه تا بتونه وضعیت جامعه رو مهار بکنه رئیسی رو بر سر کار آورده شکاف های بین ارگان های مختلفش سر سه قوه بسته تا بتونه به این وسیله به جلوگیری کنه ولی شاید هستیم علا رقم همه این کارهایی که کرده همچنان در همین انتخابات میبینیم که رژیم دست به تصویه گسترده باز میزنه روحانی رو تصویه میکنه کسی که هشت سال رئیس جمهور خودش بوده بعد پور محمدی کسی که عضو هیئت مرگ رژیم بوده و بسیاری از مجاهدین رو به اصطلاح حکم اعدامشون رو ساده کردن اون هیئت مرگ اینها رو به اصطلاح رد صلاحیت میکنه یا وزیر اطلاعاتش رو یعنی ما واقعا مواجهیم با خامنه ای که هر روز با تصویه گسترده داره دامنه قدرتش و هرم قدرتش و با دست خودش کوچیک و کوچیکتر و ضعیفتر میکنه اما ناچاره ناچاره به خاطر اینکه هر روز مواجه با بحرانهایی که باید با کنار زدن این عناصر خودش ریزشی های خودش دستگاه خودش رو منسجم حفظ کنه تا بتونه در مقابل وضعیت انفجاری جامعه مقاومت بکنه و به قول معروف دستگاهش از سرنگونی نجات بده به همین خاطر است اگر نگاه بکنید از یک طرف دست به تشکیل این دادگاه میزنه تا بتونه به این وسیله به اصطلاح در مقابل اقبال اجتماعی که وجود داره با بی کردن مجاهدین با شیطان سازه که علیش میکنه صدی ببنده که گسترش پیدا نکنن و از طرف دیگه مواجه هستیم با اینکه به شدت آویزون شدن به انتخابات به حتی مراسم 22 بهمن تا یک عرض اندامی بکنه تا به این وسیله بگه من رژیمی هستم که معتبر هستم و به اصطلاح در بین دولت‌های مماشات کرد در دو بین دولت‌های غربی دست پولی داشته باش تا به این وسیله راه نفسی برای چند روز حیات بیشترش حیات ننگینش به اصطلاح باز بکنه این اون واقعیتی هستش که رژیم در معرضش خطر قرار گرفته به همین خاطر می‌بینیم که در این مسافی که بین ما و رژیم وجود داره حتی در عرصه بین‌المللی هم مجاهدین چطور رژیم رو در تنگنا قرار دادن کما اینکه صد بیش از صد نماینده مجلس اعیان و عوام انگلیس از های شورشی از حمایت کردن تاکید کردن روی اونها به عنوان یک راه حل برای مردم ایران که این خیلی مهم هستش اونم نمایندگان به صلاح مجلس در انگلیس و به حقوق اشرفیان تاکید کردند کما اینکه چند روز قبلتر از اون نامه 11 مقام و رئیس دولت های سابق بودند که به بایدن نامه دادن به رئیس جمهور آمریکا نامه دادن و روی حقوق اشرف تاکید کردن یعنی تمام اقداماتی که رژیم برای محدود کردن ما برای بستن ما برای به اصطلاح از بین بردن ما در داخل کشور با سرکوب و این شیطان سازی در خارج کشور با تروریسم اما خب کارگر نیافتاده و به حال ما شاهد پیشدوی این مقاومت در مسافه با این رژیم این هم واقعیت است که در صحنه باش روبرو هستیم به همین خاطر است رژیم از قیب الوقوع این خطر میخواد به این ترتیب شاید برای مدتی جون سالم به ببره و خودش رو نجات بده این اون واقعیت هستش بله البته واضحه که تلاش های است و به جایی نخواهد رسید کما اینکه در تمامی این سالها به جایی نرسیده متشکرم از شما آقای سلیمی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و به پرسش های ما پاسخ گفتید میکنم زنده باشید خدا نگهدارش